آقای دکتر، اتحادیه اروپا با کدام سو میراد با این حمله؟ خدمت شما شود که خب ما پیش از اینکه سوال بگویم که نباید فکر شود که با این حمله استراتژی از اتحادیه آمریکا و استفاده از داعش منعیس یک تکتیک به منظور رسیدن به استراتژی باید فراموش کنیم. امیال ما میگم که داعش دو تا وظیفه کلانه در استراتژی از اتحادیه آمریکا بازی میکنه. اولش زدن تمامی مقاومت های ضد آمریکایی در درون کشورهای اسلامی، بله. و دومش رسیدن به اهداف که در آسیای میانه وجود داره توسط آمریکا. حرکات داعش به طرف اروپا تا اندازه میشه که یک نوع مشروعیت بده بر داعش، مبنی بر این که اینا آمریکایی نیستن و از جانب آمریکا پشتیبانی نمیشن. شاید سالهای بعد، شاید 10 سال بعد، 20 سال بعد اسناد بیرون برای که در حقیقت اینا حرکات را که انجام میتن حرکات نمید با تمایل و هماهنگی همونا بوده. شاید اگر از روسیه پرسیده شد خیلی اسنادهایی را و خیلی چیزهایی را برای گفتن داشته باشه. از همین لحاظ است که روسا موقعی که حمله میکنن بالای داعش و بالای تمامی مجاهدین در سوریه، اولین کشوری که تقبیه میکنه از لایم تدی آمریکا است، انگلیس است، فرانسه است و کشورهای دیگه است. اولین کشوری که در حقیقت پشتیبانی میکنه ایرانی ها هستند و چینی ها. چینی ها، ایرانی ها و روس ها سه کشوری که در حقیقت مخالف چینی حرکت های هستند که در این کشورها به وجود بیا و در حقیقت سایه منافعشان به وجود بیا، برای اینکه قدرت های نوخاسته دنیا هستند، به خصوص بریکس و سازمان شانگهای. در حقیقت اونها پشتیبانی از حرکات داعش زدایی میکنند، در حالی که کشورهای دیگه سالهای پیش، بسیار سالهای پیش در تشکیل یک جنبشی که با جنبش خلافت باشه او را تلاش میکنه به وجود بیاید. و اما این پرسش که چه مسیری را در اتحادیه اروپا رقم خواهد زد؟ عمدتا اتحادیه اروپا کارهای خود انجام داده. معنا داره که اتحادیه اروپا گرچه در حقیقت پله به پله آمده، ولی هیچگاه از آخرین وسایل کم که در مقابل به اصطلاح داعش حرکت کرده کم چیز دیگه نیست. من فقط یک چیز میگم که اگر یک داعشی کشته شود در عملات، 10 نفر غیر مسلمان، مسلمان بیگناه ما کشته میشه. اگر یک نفر داعشی کشته شود در حقیقت او در تمامی تأسیسات مادی ما از بین میره، با وجودی که داعش خودش هم چنین کار را انجام میدن درون است. این معنا داره که داعش یک بلاست و کشورهای غربی که به منظور اهدافش می جنگه یک بلای دیگه است. باجش فقط مردم مسلمان کشور میدن. اتحادیه اروپا راهی از وجود نداره، راه وجود نداره غیر از اینکه یک چیز ما می خوایم که در اینجا روشن کنم که این نماینده یک چیز دیگه هم است، یک رقابت قاتلانه مخفی بین قدرت های غربی در درون خودشان به منظور رسیدن به اهداف خودشان. معنای گپی است که اینا میخوان شرق میانه را در تقسیم سوم جهان برای خود تقسیم کنند. شما یادتون میاد که در گفتگوی سیاسی دیپلماتیکی که کم کم میرفت که بسیار خشن هم شوه در مقصد در مقطع تقسیم لیبیا بین آمریکا و بین فرانسه و ایتالیا چسبیده بودند. اینا در سوریه، در عراق و غیره منافع خود میخوان. در درون از چنین کار وجود داره. من فکر میکنم که اگر داعش فرانسه رفته، شاید هم یک نوع نشان دادن یک گپ برای فرانسه از جانب یک قدرت دیگه غربی که میخواهد نشانش بده که چنین کار اگه ما اعلام کنیم چنین کار میتونه و انجام بدن، در حقیقت مطیع میسازنش. ای از حرکات استخباراتی است، حرکاتی که در فرانسه صورت گرفته. هیچ عقل نمیشه که بوین که چگونه ای آمدن و چگونه رفتن و 100 چند نفر کشتن. بزرگترین قدرت دنیا شاید استخباراتی در پشت از وجود داره، حرکتش داده و طرف مقابل نمیختار میده. قدرت استخباراتی هم امریکاست دیگه. شاید ما میگیم شاید در پلیس هر کسی مرا ملامت نکنه، هر حادثه که در منطقه ما صورت میگیره و در قسمت داعش و در قسمت مبارزاتش و خصوص در قسمت نامبد کردن مسلمان ها و جنبش های اسلامی و نشان دادن اسلام به خاطر تروریسم، موساد اسرائیل نمیشه که دور قرار بگیره. اسرائیل جزء اساسی حرکات تقبیه کننده و نشان دادن یک بلای کشورهای اسلامی و مسلمان بودن در دنیا را بازی میکنم. یاله سپاسگزار. و در فرجام با مطرح کردن این پرسش به سوی نتیجه گیری میرمانیم که آیا حملات پاریس فاز تازه ای از فصل جنگ را خواهد گشود و اگر خواهد گشود به سوی کدام کشور؟
نیاز امین گونه هست، ایجاب میکنه، جهان با یک اجبار مواجه است. ما گفتیم حداقل حالا اگر ما بس سیاست های بزرگ کنار بگذاریم، مراجعه بکنیم به روان عام اجتماعی بشری، تروریسم تهدید است، وحشت است، خطر است. اجماع برایش در اجتماعات مختلف وجود داره. بله اجماع برایش وجود داره. اما یک نکته میخوایم داشته باشم آقای بیژن. وقتی حملات 11 سپتامبر شد، رد پای امریکا به افغانستان باشد و اما حمله پاریس رد پای کشورهای اتحادیه اروپا و شاید هم ایالات متحده امریکا را به سوی کدام کشور دیگر بازخواهد کرد؟ میشه این ده هم یک رخ دیگر بازی دانست؟ شک نیست سیاست های بزرگ به سادگی نمیشه تعریف شوه و بیان شوه. اما یک چیزی که رئیس جمهور فرانسه هم گفت که این حادثه از بیرون از فرانسه طراحی شده، یعنی این گپ چند تا همزمان میتونه چند تعریف عاملش باشه. یعنی برای ترساندن فرانسه، شاید برای فشار وارد کردن بر فرانسه و شاید هم دلایل دیگه هم وجود داشته باشه. اما بس بسیار مهمی است که در این حوزه یک ساختار سنتی از قبل وجود داره که اینا مشترک المنافع هستن، یعنی اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا منطقاً برای نجات خودش، برای حفظ تمامیت ارزش، برای حفظ شهروندانش باید وارد اقدامات شود. اگر اقدامات در جدایی یک نه بس جدایی خوب در سیاست های بزرگ نفع و ضرر مطرح است، اینا کدام پیوند دیگه ندارن. اینا پس از به وجود بحث ترفند هم در میان اینا محتمل است در این قضیه. اروپا با آمریکا یا یک بخشی از اروپا با آمریکا که با هم وصل شدن، این محصول رقابت های جنگ سردی است بین شوروی و بین آمریکا. میتونه این رابطه ادامه پیدا بکنه، میتونه این رابطه قطع شوه، اما به هر حال باید در اینجا اقدامات صورت بگیره و ما به دولت افغانستان، یعنی به حکومت وحدت ملی، یک بار دیگه پیشنهاد میکنم شرایط باز یک چانس خلق کرده که مسئولان این حکومت حداقل حرکت بکنن برای ایجاد قرارگاه های مشترک منطقه‌ای در امر مبارزه بر علیه تروریسم تاکید بکنن. این حادثه ما را قوت میبخشه. ما قبلا به رئیس جمهور غنی پیشنهاد کردم، اینها در شانگهای مطرح کردن، ما سپاسگزاری کردیم. این حال ای حادثه باز یک فرصت را برای ما معیا ساخته که ما به عنوان قربانی تروریسم اگر صدا بکنیم که این دشمن تو هم است و دشمن ما هم است، اما قرارگاه منطقه‌ای باید ایجاد شوه، ممکن است نتایجش پرثمر باشه. سپاسگزارم آقای دکتر. یک چیزی عمده وجود داره که فکر میکنم که نظریات مکین برای امریکایی‌ها بسیار مطرح است و جمهوری‌خواه. جمهوری‌خواه بیرون شدن از عراق، بیرون شدن از افغانستان هم نیست یک اشتباه کلان استراتژیک میدانن. بله. حرکت دوباره آمریکا و ایجاد چنین شکلی مانند 11 سپتامبر برش بهانه بسیار قوی وجود داره که میتونه که در سوریه، میتونه که در عراق دوباره به وجود بیایه و کارهای خود انجام بده. ولی من فکر میکنم که در اتحادیه اروپا چنین نیست. اتحادیه اروپا شکل انسانیش، طرز تفکر انسانیش، طرز تفکر سیاست و سیاستمدارش قسمی است که دیگه اونا خون ریختن خودشان را بسیار دور از یک واقعیت میدارن. از این لحاظ است ولی قربانی در اینجا فرانسه بر قربانی می فکر میکنم که عساکر فرانسه و انگلیس و عساکر دیگه با عساکر روسیه و چین فرق میکنه، کاملا فرق میکنه. از این لحاظ فکر میکنم که یک زمینه های آمدن دوباره را به لیبیا، بر عراق، بر سوریه آماده بشوزن. اگر نشوم در حقیقت نه دستور داد باید برشان آمده، یک فضای آمده که باید از انارشیزمی که در این کشورها وجود داره بیرون برن، که هیچ وقت من فکر نمیکنم که آمریکایی‌ها تعلق‌مندی داشته باشه که تا موقعی که اهدافشون در آسیای میانه تطبیق نشه، چنین انارشیزم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و نظامی را در کشور دیگه از میان بردارن. بله، حرکت بعدی ممکن یک زنگ خطری برای کشورهای آسیای میانه باشد. برای آسیای میانه بله و برای ایران. برای روسیه و چین چطور؟ برای ما میگم که وقتی که اینا یک اتحاد هستن، آسیای میانه یک کشورهای مشترک المنافع است، ما نداره که یک فایر بالای تاجیکستان فایر بالای مسکو ترقی میشه و همچنان برای چین و برای ایران. ایران، چین و روسیه فعلا زیاد
ما متوجه هستیم داعش نشانی امیر انجام دادن و نشانی که ما میتونیم چنین کار انجام بدیم فرانسه را یک آزمون به شما نشان داد. سپاسگزار. با سپاس از آقایان دکتر سعید مسعود استاد دانشگاه و بشیر بیژن معاون نهاد خدمتگزاران کابل و شما بینندگان ارجمند سپاسگزارم. تا دیدار بعد خدا نگهدار.